بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان، یکی این که یکی از بستگان ما در ایران به من گفت که امکان دارد که با دادن پول به شخصی که در وزارت اطلاعات هست پرونده ها رو وارسی بکند و ببیند که آیا این امکان هست که کسی برگردد ایران یا نه. خب به لطف خودش این پول رو داده بود و به این نتیجه رسیده بود که اصلا صلاح نیست من به ایران بازگردم. به چه دلیل مهاجرت کردم؟ من اون چه که در سیستم جمهوری اسلامی به سرم اومد، شاید خیلی از من سوال می‌کردن به چه دلیل مهاجرت نکردید و حالا کردید. خیلی از من می‌پرسیدن به دلیل دیگه، این اواخر به دلیل فشار بیش از حدی که واقعا به من اومده بود مجبور به مهاجرت شدم، علی رغم میل خودم. یعنی من اعتقادم این هست که آدم باید بمونه و تغییر رو ایجاد بکنه و تمام تلاش خودم رو هم در زندگی به کار بردم. واقعا ما از جمله کسایی بودیم که شاید از همون ابتدای انقلاب اسلامی در ایران مورد به اصطلاح تبعیض قرار گرفتیم، مورد ستم قرار گرفتیم و من همسرم در این رژیم اعدام شد، خودم زندان بودم، مادام العمر از حقوق از کار دولتی محروم شدم، من از خدم از حقوق اجتماعی خودم محروم شدم، ولی با همه اینها 30 سال موندم و گفتم باید بمونم. با درود، نظارگر برنامه کوچه ایرانیان در تلویزیون ایران فردا هستید. من مطمئنم که شما خوب میدانید کوچ ایرانیان به خارج از کشور یک موزل تاریخی است که عاملینش که زمامداران حکومت اسلامی هستند در حل آن کاملا واماندند. در این راستا به غیر از عده بسیار قلیلی که توسط خود رژیم سلطجو به خارج رانده شدند، باقی که نزدیک به 5% ملت ایران را تشکیل میدهند، بدون شک تا پایان زمامداری این غاصبین حکومتی ایران در خارج خواهند ماند. اما آن دسته از هموطنانی که در داخل کشور به ادامه حیات این رژیم یاری می‌دهند، حسابشان را جدا از ملت ایران می‌دانیم. در این هفته آقای داریوش مهرجویی پس از اینکه 34 سال که در آن حکومت به فعالیت پرداخته که رژیم تهران هم از آن بهره می‌گرفت، مانند ماندگار شدن آقای بهمن فرمانارا، حالا به خاطر کارخانه پدر یا هر چیز دیگری، یا بیش از این دو مسعود کیمیایی که فعالتر از همه است، این فیلمسازان به اضافه نقاش و گرافیست هایی چون آیدین آقداشلو که هرگاه به خارج از کشور سفر می کند به انتقاد از قوم کوچ کرده می پردازد، به باور من جایی در کنار قوم کوچ کرده ندارند. در این هفته آقای مرجویی پس از 34 سال لب به شکایت از رژیم اسلامی گشوده. خلاصه مطلب این که این یاری دهندگان بی تفاوت به بقای رژیم اسلامی برای قوم مهاجر ارزشی قائل نیستند و نباید انتظار داشته باشند که ما هم با آنان سر سازگاری داشته باشیم. بگذاریم، قصد من این نیست که این گپی که بین ما به وجود آمده را گسترده تر کنم، ولی بهتر است موقعیت ما در این طرف آب با فعالین هموطنان آن طرف آب کاملا مشخص باشد. باز هم میگذاریم و در اینجا میرویم به پاریس یک بار دیگر و مینشینیم امروز پای صحبت دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه در دانشگاه های فرانسه، فعال سیاسی که از نوجوانی به دنبال آزادی و سربلندی ملت ایران قدم برداشته.
بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصتی که به من میدید. طبق معمول هر سالتون به اروپا تشریف آوردید و فرانسه، و این باعث میشه که در خدمتتون باشم برای یک گفتگوی دیگه. متشکرم. آقای دکتر اسدی، بفرمایید واقعا چه عواملی باعث شد که شما به خارج از کشور مهاجرت بکنید؟ بله، قضیه خوب برمیگردد به سالها پیش. من در زمانی که انقلاب شد در فرانسه دانشجو بودم، البته فعالیت سیاسی رو آغاز کرده بودم، اما در آن زمان من دانشجو بودم و در فرانسه بودم. بعد از انقلاب به ایران رفتم و حدود یک سالی در ایران بودم، فعالیت سیاسی البته ادامه داشت، و خب کم کم دشواری هایی که بعد قضیهش رو میدونید دنباله شد در ایران آغاز میشد همون موقع. ولی کماکان میتوان گفت که ما کماکان فعالیت های سیاسیمون ادامه داشت، منتها در همون زمان که من هنوز در ایران بودم به گیر و ببند ها به طریقی آغاز شده بود، البته نه به گستردگی بعد از آن. چنانچه حزبی رو که من با آن تعلق داشتم، یادم میاد یک روز قرار داشتم که بروم در ساختمان حزبی و از دور متوجه شدم که پاسدار جلوی او ایستاده و درها بسته است، و وقتی که برگشتم در کنار خیابان رفقایی رو دیدم که هر کدوم در جای نشسته بودن، و البته به هم نشانی ندادیم، ولی فهمیدیم که خب شرایط دیگری شده است و اینها رو در روزنامه ها و مجله ها میخواندیم. من در پاییز سال 1359 به فرانسه بازگشتم، و این هم به درستی یادم میاد، بلیطی خریده بودم هواپیما برای اینکه با هواپیما برگردم، و چون عازم بازگشت بودم رفته بودم جلوی دانشگاه برای اینکه خب نشریاتی کتابهایی برای اقامتم در فرانسه بخرم، و همون موقع دود بسیار بلندی از اطراف فرودگاه مهرآباد به هوا خواسته بود که تمام آبرین رو در اونجا به خودش مشغول کرده بود. منتها من هنوز نمیدونستم چه اتفاقی افتاده است. کم کم زمزمه شد که عراقی ها زدند، و خب عراقی ها هم زده بودند، دیگر نمیشد با هواپیما مسافرت کرد. این است که ما بلیط اتوبوس گرفتیم و من با اتوبوس آمدم تا آلمان، و از آلمان هم با قطار برگشتم فرانسه و این تحصیل ادامه داشت. بعد فعالیت سیاسی من خب از اون زمانم ادامه داشت در خارج از کشور، و همون زمان بود که سال 1360 که خب بینندگان عزیز در جریان هستند که چه بر سر ایران رفت و چه بگیر و ببندهایی شد، بسیاری از رفقای ما آمدن به فرانسه. دیگر مشخص بود که امکان بازگشت به ایران وجود نداشت، دست کم در اون شرایط، هرچند که من دانشجو هم بودم، یعنی اگر میرفتم برای تعطیلات میرفتم تا اتمام تحصیلاتم. همیشه قصدم بود به ایران بازگردم، ولی خب تحصیلم تموم نشده بود هنوز، و این ادامه داشت تا زمانی که کم کم خب تحصیلم تمام شد، ولی دیگه نمیتونستم به ایران برگردم. دلیلش این بود که تمام رفقای حزبی ما اومده بودن و هنوز من دستورمو از رفقای حزبی میگرفتم که نباید به ایران برگشت. منتها کم کم من موقع به سوسیالیسم، به کمونیسم، به مارکسیسم انتقادی شده بودم، و در نتیجه از حزب خودم هم دورتر میشدم که یک حزب مارکسیستی بود، و فعالیت‌های خودم رو به شکل دیگری ادامه میدادم. عمدتا فعالیت های قلمی بود و تماس با نیروهای سیاسی مختلف برای اکسیون های مختلف، تا این هم ادامه داشت، و از همون ابتدا جزو نخستین کسانی بودم که طرفدار اصلاحات بودم، که آن روز در زمان آقای رفسنجانی اسمش استحاله بود، و من یادم میاد در این مورد مقالات و گفتگوهای بسیار زیادی داشتم، مخالف زیاد داشت، ولی خب من طرفدار اصلاحات بودم، و تونستم حتی یک مرتبه، البته کارا رو موقع من پناهنده سیاسی بودم، یک خبری منتشر شد که پناهنده های سیاسی تحت شرایطی میتونن پاسپورت بگیرن، من اقدام به پاسپورت گرفتن کردم، بعد از مدت ها به پاسپورت دست پیدا کردم. جالب است که
من بسیاری از دوستان خودم رو معرفی کرده بودم که از این شرایط استفاده کنه و تقریبا همه پاسپورت گرفته بودن به جز من و به من گفتند که کارمند بسیار محترمی که در کنسولگری میکوشید به من کمک کنه آنچنان که میتوانست، علی رغم اینکه از تمام گوش و کنار حرکاتش معلوم بود یک حزب اللهی مؤمن است، ولی فکر میکنم صادقانه سعی میکرد به من کمک کنه. گفت نگران نباش، ولی پرونده شما پرونده خاصی بوده است، ولی حل خواهد شد. و حل شد، من پاسپورت گرفتم و سال 1995 بود به سال فرنگی که به ایران رفتم و وقتی میخواستم برگردم، مدت زمان کوتاهی ایران بودم چون خب دیگه شروع کرده بودم به کار تدریس در فرانسه، نتونستم سوار هواپیما بشم. یک مشکلی ایجاد شده بود و نمیتوانم بگویم که این مشکل سیاسی بود یا فقط یک مشکل اداری بود. در حال این مشکلم حل شد و من آمدم و از اون زمان به بعد فعالیت من بسیار شدیدتر شد، بسیار بیشتر شد و از اون زمان دیگه دانستم که نمیتوانم به کشور باز بگردم. از سه نقطه، یکی این که یکی از بستگان ما در ایران به من گفت که امکان دارد که با دادن پول به شخصی که در وزارت اطلاعات هست پرونده ها رو وارسی بکند و ببیند که آیا این امکان هست که کسی برگردد ایران یا نه. خب به لطف خودش این پول رو داده بود و به این نتیجه رسیده بود که اصلا صلاح نیست من به ایران بازگردم. یک حالت دیگر، یکی از معدود دانشجویان ایرانی که من داشتم، البته خب دانشجویان ایرانی الان که کم کم نسل دوم سنشان میرسد به دانشگاه، شروع کردم که چند نفری داشته باشم، اما در اون موقع خیلی کم بود. یکی از این دانشجویان که خب او هم نزدیکتر بود با نظام جمهوری اسلامی و میرفت و میامد و حتی خیشاوندانش گویا جزء بلند پایگان نظام بودند، اون هم بر سر مهر خودش بدون اینکه من تقاضایی کرده باشم گفت من پرونده شما رو وارسی میکنم و وارسی کرده بود و گفته بود حتما به ایران باز نگردید در این شرایط. و بعد یک نشانه دیگه ای هم این بود که یکی از کسانی که سالها پیش من او رو میشناختم و حتی وقتی که این پیامو دریافت کردم مشکل داشتم که به یاد بیاورم کی بود، او هم به من گفت که از قدیم مرا میشناخته است و توصیه میکند که من به ایران در این شرایط باز نگردم. این شد شرایط مهاجرت من به خارج از کشور، در حقیقت برای حفظ جان، با این دلتنگی که کماکان در سینه دارم برای کشور. و حتما خودتونم اینطور هستید و حتما بسیاری از بینندگانم اینطور هستند، هر چقدر که سن بیشتر میگذرد و اقامت در خارج از کشور بیشتر میشود، دلتنگی هم به همون اندازه برای کشور بیشتر میشه. من در فرانسه زندگی خوبی دارم، این کشور رو میشناسم، در این کشور جا افتادم، این کشور فرانسه بسیار میزبان خوبی بوده است برای من به همه لحاظ. با وجود این دلتنگی کشور از سینه هم نرفته است. آقای اسدی، شما خودتون رو مهاجر میبینید یا خود تبعید میبینید یا فراری؟ من ببینید فراری نیستم، برای اینکه اون زمانی که من از ایران اومدم عادی اومدم. البته این به این معنی نیست که من برای فراری هایی که از ترس جان آمدن احترام قائل نیستم. در حال یکی از کارهای خردمندانه این که بشر میتواند بکند حفظ جان است و اگر بعضی وقتا باید فرار کرد برای حفظ جان، خب باید فرار کرد برای حفظ جان. فکر میکنم بیشتر مرا بتوان تبعیدی گفت، هرچند که خب یک گونه خاصی از تبعید است. یعنی مدت اقامت دانشجویی من که همزمان بود همیشه با کار سیاسی، ناچار برای من راهی باقی نگذاشت جز اینکه در این کشور باقی بمانم. آیا خود این کار رو برای خود کردم؟ نه، من دست کم اینجور هست که اگر حتی اقامتم در فرانسه تا آخر عمرم به طول بینجامد، دست کم دلم میخواست برای تعطیلات، برای هر موقعیتی که هست به کشور بازگردم برای بازدید. البته من فکر میکنم اگر موقعیتی باشد، هنوز فکر میکنم میخوام در کشور روزهای و سالهای پایان عمرم رو بگذرونم. من به اون کشور مدیونم. چه عواملی باید پیش بیاد که شما قصد بازگشت به کشور رو داشته باشید؟
ببینید، من همیشه در گفتگوهایی که داشتم و در نوشته‌هایی که داشتم سعی کردم تا جایی که در توان کم قدرتم هست منطقی صحبت بکنم، اما پاسخ شما رو نمیتوانم منطقی بدهم. آنچه را که در وجودم هست در وجودم هست. هیچ وقت، من الان بیشتر عمرم در خارج از کشور بودم، اما هیچ وقت نشده از خارج از فضای کشور زندگی بکنم. هیچ وقت نشده است که فکر کنم از ایران گسستم. تمام زندگی من زندگی است که به نحوی در ارتباط با ایران است. به خصوص میدونید کار دانشگاهی من، کار حرفه‌ای من بیشتر به تخصص فرنگ میخورد تا به تخصص ایران. با وجود این زندگی دومی پیدا کردم که تمام آن مربوط به ایران است. پاسخ منطقی به شما ندارم جناب لیمونادی بدم، جز این که بگویم دلایل رو برای من بشمونید زمانی که شما عاشق شدید یا زمانی که دلتان تنگ شد. مطمئنم قادر نخواهید بود بگویید، ولی میدانید که چقدر اون عشق قوی است در شما. میدانید که مثلا وقتی گرسنه یا خسته هستید چقدر قوی است این احساس در شما، بدون اینکه الزاما بتوانید دلیل محکمه پسند و مردم پسندی بیاورید. این حالت من است با کشورم. بسیار کشور رو دوست دارم، بسیار دلتنگ کشور هستم. با سپاس فراوان از شما. با تشکر از فرصتی که به من دادید. و اما شما خوب میدانید که برلین شهر سرزنده فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌خواهان ملل مختلف جهان است. من به دلیل اینکه بیش از یک دهه در این شهر زندگی کردم، با روحیه استبداد ستیزی شهروندان این شهر به خوبی آشنایی دارم. به همین دلیل هم است که شما فعالین سیاسی اجتماعی ایرانی را در این شهر فراوان می‌بینید. امروز نیز به برلین می رویم و می نشینیم پای صحبت خانم مقدم که به این شهر با صفا پناه آورده. خانم مقدم، سوال من از شما اینه که به چه دلیل شما مهاجرت کردید از ایران؟ به چه دلیل مهاجرت کردم؟ من اون چه که در سیستم جمهوری اسلامی به سرم اومد، شاید خیلی از من سوال میکردن به چه دلیل مهاجرت نکردید و حالا کردید. خیلی از من میپرسیدن به دلیل دیگه، این اواخر به دلیل فشار بیش از حدی که واقعا به من اومده بود مجبور به مهاجرت شدم، علی رغم میل خودم. یعنی من اعتقادم این هست که آدم باید بمونه و تغییر رو ایجاد بکنه و تمام تلاش خودم رو هم در زندگی به کار بردم. واقعا ما از جمله کسایی بودیم که شاید از همون ابتدای انقلاب اسلامی در ایران مورد به اصطلاح تبعیض قرار گرفتیم، مورد ستم قرار گرفتیم و من همسرم در این رژیم اعدام شد، خودم زندان بودم، مادام العمر از حقوق از کار دولتی محروم شدم، من از خدم از حقوق اجتماعی خودم محروم شدم، ولی با همه اینها 30 سال موندم و گفتم باید بمونم، من باید تغییر رو از اینجا شروع بکنم. تا اونجا که در توانم بود سعی کردم در توانمندسازی زنان جامعه تلاش بکنم، در بهبود شرایط خودم و دیگران تلاش بکنم، ولی دیگه این اواخر واقعا یک مرحله رسیده بود که دیگه اونقدر فضا رو به ما تنگ کرده بودن و تهدیدهای بسیار زیادی که من می شدم و دیگه این اواخر هم که خب مجددن برای من حکم زندان و شلاق صادر شد و اینجا دیگه من با فرزندان خودم طرف بودم که فرزندان من نمیتونستن تحمل بکنن که مادرشون زیر شلاق بره و به همین دلیل من مجبور به ماندن در خانم مقدم. شما به عنوان فعال حقوق بشری بفرمایید که در طی چند سال گذشته مهاجرت کردید، آیا طی 30 سال اول که شما در جمهوری اسلامی زندگی میکردید چه دیدی نسبت به مهاجرت ایرانیان داشتید؟ ببینید، من همیشه فکر میکردم ای کاش ایرانی هایی که واقعا سرمایه عظیم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بودند اگر میماندند در ایران و
شاید ما به این روز نمی افتادیم از یک طرف، و برای اینکه خب یک دفعه صحنه ایران در خصوص در دهه 60 خالی شد، فضا بازتر شد برای اینکه جمهوری اسلامی به راحتی بتونه سرکوب های گسترده تری رو سازماندهی و ساماندهی بکنه، ولی از یک طرف هم یعنی این یک به اصطلاح پارادوکس، نمیشه خیلی روش چیز کرد. من بیشتر همون احساس خودم بود که به من میگفت من باید بمونم و این مبارزه رو ادامه بدم، و فکر میکردم خب شاید اگر اون سیل عظیمی خیلی عظیمی از افرادی که اومدن پناهنده شدن اگر میموندن، ما الان مجبور نمیشدیم این دور دوم مهاجرت رو در سالهای در این 4 سال اخیر تجربه بکنیم و داشته باشیم. این حالا از لحاظ پراتیک چقدر واقعا درست باشه، ولی به هر حال این چیزی بوده که در مغز من، در فکر من همیشه میچرخید. بله، من این مسئله که من این دید رو نسبت به مهاجرین قبلی داشتم. یعنی شما معتقدید این قشر حدوداً 3-4 میلیونی که ایران رو ترک کردن نیروی بودن که اگر در داخل کشور بود بیشتر یاری میداد به آزادی های فردی یا عوامل دیگه در رژیم؟ ببینید، همینجور گفتم این مقدار پیچیده است. ممکن بود این 3-4 میلیون جذب اون جامعه میشدند و به صورت جزئی از اون جامعه در میمدن، ممکن بود مقاومت بکنن. شاید اگر همون سالهای اول یک به اصطلاح ساماندهی میشدن این افراد، جذب نمیشدن. یعنی این احتیاج به نظر من یک کار خیلی عمیق‌تر داره روی این بررسی کردن این واقعی که اتفاق واقعی واقعا به نظر من تاریخی هست. یعنی این مسئله مهاجرتی که اتفاق افتاد در دهه 60 اصلا بی‌نظیر بود در، یعنی قبلا اصلا همچه اتفاق این چنین نیفتاده بود. از یک طرف خب این نشون میده که چه فاجعه عظیمی در جامعه ما اتفاق افتاد، همین بروز انقلاب اسلامی و این حکومت اسلامی که اومد، حالا انقلاب اسلامی که نمیتونم بگم چون اولش که واقعا اسلامی نبود، اول مردم خواستشون چیز، بعد تبدیل شد به حکومت اسلامی. دو تا حالت ممکن بود پیش بیاد. یک حالتش این بود که اینها میتونستن خودشون رو سازماندهی و ساماندهی بکنن و بمونن و اجازه ندن که اینقدر پا بگیره و ریشه بدونه. یک حالتش هم ممکن بود که خب جذب بشن، ولی من فکر میکنم که شاید به اصطلاح چیز اول، تئوری اول بیشتر صدق میکرد که میتونستند به هر حال با اعمال سیاست های منطقی میتونستن یه کاری بکنن. ولی الان که دیگه همه چیز واقعا دست نظام جمهوری اسلامی هست، کار به مراتب دشوارتر است، ولی شدنی است. یعنی در این سالها هم جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی دهه 60 نیست. به هر حال اون کسانی که موندن، حالا یا با جانشون واقعا موندن، استادند، همون 5000 نفری که در 1988 میلادی یا هم 1367 در فاجعه ملی کشته شدن، اونها با جانشون استادند. یعنی در مقابل همون 3 تا سوالی که نگفتند، اینها تغییر رو ایجاد کردند. یک عده هم موندن با کار فرهنگی. یعنی همین الان کسانی که ما تحت عنوان اصلاح طلب میبینیم، اینها کسانی بودند که در سال 88 بعضن دارای مناصبی بودند. حتی من یکم میخوام برم جلوتر، خود آقای موسوی که جنبش سبز از ایشون یاد میکنه و قهرمان میشه برای جنبش سبز، یا آقای کهروبی، هر دو رو من میگم، در زمان فاجعه ملی آقای موسوی نخست وزیر بود. من میتونم بگم که آقای موسوی دهه 60 نیست. خیلی از افرادی که اومدند کسانی بودند که در جمهوری اسلامی مناصب داشتند. بسیاری از کسانی که در سفارت مناصب بالا داشتند، بعد اومدن این طرف وزیر بودن، اومدن این طرف، میتونم مثلا آقای مهاجرانی وزیر ارشاد دوران آقای خاتمی بود،
اصلاح طلب شد، یا آقای مثلا خب آقای اشکبری کسی بود که به هر حال روحانی بود در نظام جمهوری اسلامی و خیلی های دیگه تبلیغ میکردن. بله بله، و خیلی های دیگه، یعنی کسانی که شما وقتی که به اصطلاح به گذشته اینها برگردید و بررسی بکنید میبینید که در مستحکم کردن پایه های نظام جمهوری اسلامی بسیار بسیار نقشه تعیین کننده و تاثیرگذاری داشتند. در زمره افرادی که تحت عنوان هنرمند اومدن بیرون، تحت عنوان روزنامه‌نگار اومدن بیرون، اینها کسانی بودند که با سیستم جمهوری اسلامی همکاری کردند. آقای نبوی در وزارت کشور معاونت بخش اجتماعی رو داشته، یا مثلا آقای مخملباف که الان حالا فیلمساز هستند، ایشون در نظام جمهوری اسلامی خود دوستان ایشون یک مطالبی در مورد مخمل باش نمیدفشو دارن، از صعود تا سقوط، یعنی زمانی که با جمهوری اسلامی بوده حالت صعود داشته ایشون و بعد حالا دیگه از جمهوری اسلامی که بریده سقوط کرده. خب اینها همه نمونه هایی هست از تغییر، و این تغییر دفعتا در این انسان ها وارد نشده، بلکه اینها این تغییر رو به هر حال با یک واقعیتی مواجه شدن. این واقعیت رو کیا به وجود آوردن؟ همون انصافهایی که موندن اونجا و حکومت رو به چلنج کشوندن و بحث کردن. حتی من میخوام اینو بگم که در زندانهای جمهوری اسلامی وقتی ما مورد بازجویی قرار میگرفتیم توسط بازجو یک انسان دیگه میشینه با ما بحث میکنه، متاثر میشه در یک جاهایی از متاثر، نه به منظور من یعنی حالت تأسف و اینها، بلکه تأثیر میپذیره. مثلا من شاید بتونم براتون یکی از خاطرات خودم از یه بازجویی بگم. بازجو از من میگفت که خب ما که تلفن تو رو کنترل میکنیم و میدونیم که شما خب خیلی کارهای خوبی میکنی با همین خانمهایی که خانمای خیابانی رو که شما توانمند می‌کنی، خیلی کار خوبه، خوب خانم مقدم برو همین کارا رو بکن دیگه، برای چی میری این کارهای دیگه رو هم انجام میدی؟ مثلا خانمای دیرو میگن حق زنان، حق زنان، خب اسلام که همه حق زنان رو در نظر گرفته. گفتم نه آقای محترم، کجا اسلام حق همه زنها رو در نظر گرفته؟ حکومت جمهوری اسلامی. بعد براش مثال زدم همین قوانین تبعیض‌آمیز رو دونه دونه. بعد گفتم که خب مثلا در مورد کمپین 1 میلیون امضا، اتفاقا ما 33 نفر بودیم که با هم دستگیر شده بودیم، بعد تو این بازجویی من با من داشت صحبت میکرد، اینقدر ما وارد بحث شدیم، بعد گفت که خب از کجا میدونی من امضاش نکردم؟ یعنی منظورم اینه که تا این حد، حالا یا راست میگفت یا دروغش دیگه من اونو نمیدونم، ولی به هر حال اینها همه تأثیر هست و من واقعا راضی نیستم از این که اینجا هستم. جای من در ایرانه و من فکر میکنم که ای کاش امنیتی باشه و من برگردم به کشور خودم و بتونم هم از تخصصم و هم از دانشی که دارم بتونم استفاده بکنم، بتونم به مردم کشورم خدمت کنم. من چرا باید اینجا باشم؟ حالا خانم مقدم این سوال پیش بیاد که چه عواملی باید پیش بیاد، اشاره کردید، ولی چه عواملی باید پیش میاد که شما به این مهاجرت اجباریتون پایان بدید؟ ببینید، خب اول اینکه تا زمانی که دموکراسی و امنیت نباشه، یعنی اول از همه باید امنیت باشه در جامعه. وقتی امنیت نباشه، وقتی که من برگردم ایران و معلوم نیست که با من چی کار خواهند کرد، مثل خانم زهرا کاظمی سنگی به سرم میخوره یا سرم به سنگی میخوره، خب طبیعتا نمیتونم برگردم. یعنی باید در وهله اول باید امنیت باشه، آزادی باید باشه، و اعتقاد من همه جا هم این رو گفتم، دین یک مسئله شخصی هست، دین من مال منه، به کسی ربطی نداره. من یهودی هستم، مسیحی هستم، مسلمان هستم، زرتشتی هستم، بودایی هست، هر دینی دارم یا ندارم من بی دین هستم، مال خودم هست. هر کس هر دینی داره مال خودش هست. حکومت باید برای خودش جدا و دین برای خودش یک نهاد جدا باشه، که به بهانه این که فلان حرکت مخالف دینه، مخالف نظام جمهوری مقدسه، هیچ نظامی مقدس نیست،
نه هیچ قانونی مقدسه، نه هیچ نظامی. هم قانون هم نظام، هم اینا برای بشریت هستن. قانون قابل تغییره. وقتی قانون به ضد انسان تبدیل شد، قانون رو باید تغییرش داد. قانون رو خود انسان ها وضع میکنن. پس بنابراین در وهله اول امنیت، دموکراسی، جدایی حکومت و دین. با سپاس فراوان از شما متشکرم. لندن بدون شک یگان شهری در دنیاست که در شناسنامه خود لحظات تاریخی بسیاری را دارد که بقایای آن هنوز حفظ شده است. وقتی به قاهره می روی، در قاهره هزاران سال تاریخ خوابیده است، اما قاهره را دارند تغییر می دهند. چهره قاهره جدید در کنار قاهره قدیم آنچنان سر برافراشته است که اهرام در پشت ساختمان‌های بلند پنهان شدند. ولی لندن این چنین نیست. هر ساختمانی انگار مثل یک شجره نامه از گذشته تا به امروز باقی مانده است. هر ساختمان هویت خود را از پس سال‌ها و قرن‌ها حفظ می‌کند. در لندن خانه 200 ساله یک خانه کاملاً طبیعی است. مجله‌هایی که آگهی‌های ساختمان‌های بزرگ را چاپ می‌کنند اغلب از ساختمان‌هایی سخن می‌گویند که حداقل سابقه آنها به قرن 15 و 16 برمی‌گردد. این لندن است. اما برای تویی که وطن را از دست داده‌ای و به صورت تبعیدی در لندن زندگی می‌کنی، لندن رنگ و طعم ندارد. پاییز ایران، زمستان ایران، بهار ایران، آفتاب ایران، همه اینها چیزهایی است که از تو مسافر تبعیدی دریغ شده است. برای ایرانی ها لندن جایگاهی بوده است که در آن هر کس رحمی جسته و به قولی آب تایمز را می‌خورده است، گویی مقام های بالا، پست های عالی سیاسی در انتظارش بوده است. تصور ما ایرانی ها هنوز هم راجع به لندن و انگلیس همان است. هنوز اندیشه دایجان ناپلئونی با ماست. تئوری توطئه برقرار است و از دیدگاه ما خانم تاچر و دولت اولیا حضرت ملکه همچنان پشتیبان جمهوری اسلامی است. شاید کسانی که به این تئوری اعتقاد دارند دلایلی نیز برای خود ارائه کنند، ولی راستی همه چیز را به گردن دیگران گذاشتند و انگلیسی را در میان همه جا جستجو کردند، رفع مسئولیت از خیش نیست. در انگلستان امروز جمهوری اسلامی به همان اندازه منفور است که در کویت و عربستان و نقاط دیگر دنیا. هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست که رژیم عقب افتاده‌ای مثل رژیم جمهوری اسلامی را تحمل کند. لندن آثار این رژیم را هم دیده است. سفارت جمهوری اسلامی در لندن چند انفجار، اعزام تروریستا در پرونده کوتاه جمهوری اسلامی نزد اولیای دولت انگلیس ثبت است. اینها تروریست های خود را برای آزار انگلیسی ها هم به انگلیس و سایر نقاط دنیا اعزام کردند. همین تازگی ها بود که چند توریست انگلیسی در آتن با بمب های اهدایی سازمان جهاد اسلامی به آسمان رفتند. اما اینکه میبینیم دولت انگلیس بیش از سایر کشورهای دنیا و بیش از کشورهای غربی برای جمهوری اسلامی پایداری قائل است، برای آن است که معمولاً انگلیسی ها داوری خود را بر پایه واقعیات بنا می کنند. انگلیس ها به ما ایرانی ها می نگرند و می بینند عجب جانشین های خوبی برای خمینی هستیم. هیچ کدام یکدیگر را قبول نداریم. همه برای هم می زنیم و انتظار داریم دنیا به ما احترام بگذارد و ما تافته های جدا بافته را به عنوان جانشینان خمینی به رسمیت شناسد. باور کنید روزی که ما راز دلانگیز وحدت را یافتیم و توانستیم این راز را بشکافیم، آنگاه همه دنیا و از جمله دولت اولیا حضرت ملکه
ما را به رسمیت خواهند شناخت. آنگاه است که می توانیم به عنوان یک ایرانی آزاد، همان گونه که در گذشته ای نچندان دور بودیم، به لندن بیاییم، در پیاده‌روها قدم بزنیم و برگریزان اینجا را با برگریزان ایران مقایسه کنیم. مطمئن باشید در آن زمان خواهیم گفت برگریزان ایران از لندن هم زیباتر است. من عقابم شوهره، من عقابم شوهر، کل نشین بیشکر، ریشخند بچه آهویی به یک بار شدم. تا کجا باید روید، تا کجا باید روید یارم، بیچاره شدم. من که از سیپاره قرآن نخوندم یک کلام، پر پر عشقم چنان کردی که سیپاره شدم. تا کجا باید دوید، تا کجا باید دوید یارم، بیچاره شدم. چه مرهم من به این زخم میزنم، این حواس و هوش من با تو چه آسان میروم، پا به پای سایت عمرم چه تابان میروم. در پی آهوی عشق، در پی در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق یاد آواره شدم. تا کجا باید روید، تا کجا باید روید یارم، بیچاره شدم. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده.